سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. با اضافه شدن بخش های جدید و کارشناس های جدید به برنامه کتاب باز، تغییراتی هم اتفاق افتاده. مثلا امشب و فردا شب بخش اول برنامه با احسان عبدیپور عزیز خواهیم بود و در ادامه سراغ کارشناس برنامه میریم و از هفته آینده احسان عبدیپور روزهای شنبه و دوشنبه در کتاب بازه. پس علاقمندان احسان عبدیپور عزیز از هفته آینده چهارشنبه ها منتظر جناب عبدیپور نباشند. این هفته امشب و فردا شب، از هفته آینده شنبه ها و دوشنبه ها احسان عبدیپور در کتاب باز هست. خیلی ممنون. سلام، من ویران آدمای باوشم. یه رفیقیم صدا زدم اومده اینجا. به نظر من ترکیبی از سفر و داستانه، یعنی دوچار تراکم داستانه. اگه یه قوانینی مثل شهرداری براش لحاظ میشد، حالا و پول میداد و دیگه از اوورتورش کم کنیم. و سلام کنم به محمد بهرانی، خیلی خوش اومدی. خیلی مخلصی. تا اینجاش ادای مجری داره بردم، از الان به بعدش دیگه. خیلی سخت معرفی کردی. داغون. نه واقعا به نظرم تو خیلی باهوشی. مخلصی، لطف داری. و هرسم هم اون قسمتی که بهت رشک می‌ورزم از سمت باهوشیته. همه ایران الان دارن به تو رشک می‌ورزن. اذیت نکن. آقا اینا رو در بیار. نه اون کامنت گذاری‌های جناب خان تو حرف آدم‌ها و فلبداهگیش که دیگه هیچ چیز چک شده یا ست شده ای نبود که اتفاق می‌افتاد دیگه. بل. خیلی چیز غریبی بود. سلامت باشی. خب ما از همین جناب خان شروع کنیم. میتونیم از جناب خان شروع کنیم، برگردیم به خب نه سوالم هم همینه. ما در خدمت. خب برخلاف خیلی ها که فکر میکنن تو جنوبی هستی، تو جنوبی نیستی. و تا همین قد که میگم و واقعا میدونم، بیشتر نمیدونم، میدونم که تو توی کوچه زندگی میکردی که چند تا همسایه جنوبی داشتین و به نظر من تو با اون آدم ها یه سفر غیر جغرافیایی به جنوب کردی که خیلی از آدم‌ها نرفتن. یعنی یک آدم‌هایی در جنوب هم تو واسطه آشنایی من باهاشون شدی که خیلی برای خودم شرم‌آور بود. این پروسه رو الان باز کنیم انجینش و هر چقدر فرصت شد در موردش حرف بزنیم. چون همین ماجرا رو سر آقای همساده هم داریم. یعنی اونم یه سفری است به اعماق شیراز که توسط تو از آدم‌های بسیاری به نظر من عبور کردی که رسیدی به یه پکی، یک به قول گفتنی 250 گرم کامواس که تجلی همه اون دریافت هاست. بله. من چقدر اینجا آزادی عمل دارم؟ این تا کجا صدا گرفته میشه؟ دوربین بالا که داره لانگ میگیره بیشتر گیر صدا. یعنی صدا الان اوکی؟ صدامون واقعی از اینه دیگه، خیلی ازش فاصله نگیر. آره سعی میکنم اگه فاصله گرفتم بلندتر حرف بزنم. دمت گرم. خب من در خیلی زرد تاریخ تولد پیچیده ای دارم. یه سوال معروفی هم همیشه میکنن که اهل کجایی. یه بار بهش پاسخ بدم، واقعا مهم نیست اهل کجا باشیم. اهل کجا؟ اهل آدم هم دیگه. این مرزای جغرافیایی یه بار دست از سرش برداریم. میگن اهل شیرازی، بعد کازرونی ها میگن چرا نگفتی کازرونی هستی؟ میگن پدر مادرم کازرونی هستی. اون میگه چرا گفت؟ پس میگی شیرازی هستی. بعد میگم آبادان، خب نبودم نرفتم. میگن آرد میشه مگه آبادان؟ میگم نه عشق هم میگه حالا من آبادان از سمت اونا به جواب بدم. آره الان اگه تو کلا قرمزی رو هدایت میکردی یا پسر خاله ما هیچ کدوم این سوالو از تو نمیکردیم. بله
اون محصولی که داری ارائه میدی خودش لیبل لوکال بودگی داره و بنابراین این سوالا رو ایجاد میکنه. خیلی هم خورده نگیر، خیلی طبیعیه به نظر. نه خورده نمیگیرم، میخوام اینجا ولی یه ذره چیز کنم، یعنی یه جواب مفصلی بدم که یه مقدارش هم شاید مال اینه که یه سری خورده فرهنگا میخوان تو رو تصاحب کنم بگم مال مایی. من که مخلصشونم به خدا، جدی میگم مخلصی. من پدر و مادرم کازرونی ان، فامیلی ما بهرانیه. بهرانی یعنی منسوب به دو دریا. به نظر میاد 300-400 سال پیش از بحرین اومدن بهرانی ها و توی کل جنوب ایران پخش شدن، از آبادان و خرمشهر و خوزستان و بوشهر و فارس و کازرون و جهرم و همه اینا بهرانی دارن. پدر و مادر من جزو بهرانی های کازرونن. خودم به واسطه شغل پدرم که دبیر بوده و اون موقع در بهشهر بوده، در بهشهر مازندران متولد شدم. الان تو شناسنامه بهشهره؟ نه، پدرم چون عموم تو ثبت احوال کار میکرد تونسته تو شیراز شناسنامه من رو در شیراز بگیره. الان شناسنامه هم شیرازه و واقعا هم شیراز بزرگ شدم. یعنی اگر از خودم بپرسین کجایی هستین، من میگم شیرازیم. خب بریم ببینم اتصالت به جنوب کجا بود. من در محله کاشیزنی ایستگاه 4 بلوار پاسداران شیراز بزرگ شدم و عملا اونجا اطرافم رو دیدم. اولین رفیق زندگی من بهنام ارشدی نژاد بوده، بچه آبادان. یعنی رسما من از شروع حرف زدنم بیشتر از این که شیرازی شنیده باشم یا کازرونی شنیده باشم، آبادانی شنیدم از رفیق کودکیان به نام ارشدی نژاد که همین الانم هم رفیق جناب خانه دیگه. تمام این تلفن‌ها که جناب خان زده به بهنام زده دیگه. بهنام بهنام، یعنی فقط از یه نفر بود لینک تو به جنوب. محله ما جایی بود که خیلی از آبادانی‌ها بودن. یه روستایی هم تو احتمالاً بشناسی به اسم دون. بله. دوان. دوان نزدیک کازرونه اما فرهنگش فرهنگ خوزستانیه، چون تقریبا تمام مرداش شرکت نفتی هن. یعنی اونا یک عزاداری جنوبی رسما با سنج و دنبام و سینه زنی عین بوشهر و آبادان دارن. ترکیبی بود از آبادانیا، خرمشهریا، عربها، دونیا، کازرونیا، شیرازیا. من وسط این فرهنگ تو ایستگاه 4 عملا به دنیا اومدم انگار و بزرگ شدم. خود تو کشفت از آدما یا مثلا فهمت از ریز فرهنگ های جنوب از کجا آب میخوره؟ ببین منو به نام رفیق شدی. خیلی آدم ها بودن که با جنوب کلیشه‌ای برخورد. نه جنوب که میگم کلن با فرهنگ های کرانه ایران. یعنی تصورشون از چابهار یا تصور من از کردا و اینا یه چیز فیکس ثابت دموده ای. تو چجوری شکسته شد این گارده و رفتی جلو؟ ببین اصلا گارده جنوبی شکل گرفت. خب یه نفر که نمیتونه آخر این آخر پهنای باند رو ایجاد کنه. چرا؟ تو اونا رو بشناسی میدونی پهنای باندشون خیلی بزرگ. بهنام خودش به تنهایی 30 گیگه پهنای بانده، شوخی نداره. وعید فوق العاده بهنام همینجا وسط برنامه منشن میکنی. آره بهنام میشه نشون بدیم یا نه؟ بچگیش یا الانش؟ بچگیش اول. بچگیش آره. اومد یا نیومد؟ این بهنامه تو حیات خونه ما کوچولوه. اون کچلتره که هنوزم کچلترم از همه منم. اونا جورابای فستیوال جوراب داشت. آره. اونم بنامه. بنام همسایه‌تون. آره بنام. آره یک سال کوچیک‌تر از من بود که من همین چند وقت پیش رفتم شیراز دوباره. تو این خونه‌ای که داشت خراب میشد تو همون کوچه‌مون دوباره عکس با بنام گرفتم. اگه ممکنه اونم ببینیم الان. اونم می‌بینی فکر کنم اینجا. آه. آره خیلی هم خوشتیپه. خیلی خیلی هرچی من پکیدم به نام خوشگلتر شده. میبینی که حیاتمون دیگه داره خراب میشه. یعنی من رفتم شیراز، رفتم محله گردی کنم، رفتم در خونمون دیدم دارن خرابش میکنن. خواهش کردم که اگه ممکنه بزنن یه عکس دوباره توش بگیرم. گرفت. آره رام دادن، کارگرا رام دادن و یه عکس دوباره گرفتیم. فکر کنم دیگه از این درختا و این حیات دیگه هیچی وجود نداره. یعنی احتمالاً آخرین عکسی که عملیاتی بگیم که جناب خان داشت متولد میشد. تو شخصیت پردازیش بگو که تو چقدر تاثیر داشتی. 35 سال تقریبا پیش تولید داره. یعنی ما با بهنام شروع کردیم کارت بازی میکردیم، از همین کارت ماشین و نمیدونم کشتی و فوتبال و اینا. بندری بود کارت بازی ما. یعنی من هنوز عدد اون کارت ها رو به بندری حفظم. ما حفظش کرده بودیم. مثلا میگو حجم موتور 4973 اون گفت سرعت 208 ولک حوالی. اینو میذاشتیم 2 دقیقه دست میزدیم دوباره میرفتیم توش. بعد این تزریق فرهنگ و آوای خوزستان از وسط همه اتفاقاتی که تو بچگی میفته. من تو خونه اینا خیلی یادم میره تو حرفت یاد حمزه مقدم میسناسی پرکاشن. آره بابا آره آره حمزه میگه معلم از سر کلاس اخراجم میکرد
درس و مرس و اینا ضعیف بود دیگه، تا پنجم هم فکر کنم بیشتر نخوند. گفت به خاطری که لجش در بیارم میرفتم پشت قوطی موتیا پیدا میکردم میزدم سر صدا، میزدم سر صدا، معلم اذیت بشه. علی کت پرکاشنیستای خوب ایران. آره یکی از بهتریناست. خب میگفتی. آره و رسما با این اتفاق، یعنی من یادم اولین برخورد من با نیامبون عروسی فکر کنم یا عمه یا خاله بنام بود تو خونهشون که از خوزستان اومدن و با زرتیمپو نیامبون شروع کردن جهاز و اینا آوردن، گفتن دختر سیاه ناز داره و ناز به جهازش داره، دختر سیاه ناز داره ناز به جهازش. من مواجه شدم با جادویی به اسم نیامبان که الان واقعا به نظر من عجیب ترین ساز جهان، نوای نیامبان در آن واحد غمگین ترین و شاد ترین صدای جهانه، نه اینکه یک ملودی شاده یک ملودیش غمگین. چون خودم غمگینم بچگی هر وقت میرفتم عروسی بزن و بکو بود وسط و اینا، اولا که نیامبون زنا پادشاه عروسی بودن، یعنی قبل از حتی عروس و داماد به شام میخوردن، ولی یه گوشه وای میسادم و خیلی ما باید غمگین میشدم، یه غم عجیبی میگرفتم. خیلی عجیبه، خیلی عالی. بعد ما... اومدیم با وحید فقه‌آزاده، با بنام، با مسعود پینک فلوید، با احمد صفاری، با محمود نسیمی، اینا همه در واقع دوستان جناب خانن، همه شخصیت های واقعی هن و رفیق های من که در شکل گیری این در واقع فرهنگ نقش داشتن. و ما ایستگاه 4 بودیم، ایستگاه 3 حسینیه دونیا بود و من با سنج و دنبام اولین بار تو حسینیه دونیا آشنا شدم و جادوی سنج و دنبام که چیه اصلا. من یه جمله از گروتوفسکی میدونم که برای حالا جشنا میومده در واقع با فرهنگ ایران مواجه شده، گفتم آره شیراز، گفتم مراسمی شبیه سنج و دنبام در زندگیم ندیدم. گروتوفسکی یکی از بزرگترین آدمای تاریخ تئاتر جهانه، تئاتر لهستان رو در واقع متحول کرده و اونجا یه قصه دارم از این قصه‌ای که تو می‌نویسی. یه شاهینی بود که این اشکون می‌زد تو حسینیه دونیا. شاهین فکر کنم مکانیک بود، قدش هم مثلا خیلی قد بلندی نبود ولی هیکل عضلانی خوبی داشت. این بهترین اشکونزن حسینیه دنیا بود و این 10 روز محرم شاهین پادشاه تمام اون محله بود، یعنی از یک مکانیک، آره از یک مکانیکی که مثل همه است، مثل سبزی فروش هم، مثل بقالیه، یهو زاویه نگاه همه ما به شاهین اینجوری میشد که وا این چه اشکونی میزدن و خودش هم کینگ اون جریان بود و واقعا شاهین میر نوروزی اون 10 روز محرم بود همیشه. من به عشق شاهین همیشه به اشکون فکر میکنم. اشکون زنم شدی بالاخره یا نه؟ یه بار محسن شریفیان بردم بوشهر، بالاخره این آرزوم برآورده شد که اشکون زدم. خوب هم میزنی؟ آره بعد نیستم، بعد نیستم. بیسش میگیرم بزن. 7-8 تا دمام فرد یا 7 تا یا 9 تا، 6 تا موازی وای میسن و ریتم بیس رو میگیرن که حالا دو تاش غمبر تخصصی نمیخوام دربارش صحبت کنم، یکی وای میسه کله و ضد ضرب میزنه، یعنی میشکنه ضد میزنه و از همون منظره که بهش میگن اشکون. ریتم پایش که اینه، نشون بده اشکون زده. شاهین میزد یه چیزی ما بین باله و غزل و شعر و ترانه میشه، یعنی سکنات و جنات یه اشکونزن، مخصوصا وقتی سنت پایین باشه. تمام تصور تندیسواری که مثلا تو ادبیات غرب مثلا برمیگرده به هیکلی تو یونان باستان یا روم باستان، تو جنوب برمیگرده به اندامواره یه اشکونزن. یه چیز غریبیه، یه تصور زیبایی شناسانهی دارم بهش. میخوام از یه جای دیگه شروع کنم. یک کلینت ایستوودی رو تو ذهنت تصور کن با همون استایل خوب بدزش که از دور داره به سمت تو حرکت میکنه و میاد، پرفکت، همه چیش درست، خیلی زیباست، درسته، یعنی نهایت زیبایی یک در واقع هیئت مردان است. حالا فکر کن یکی از پاهاش یه ذره لنگ میزنه، یه کمی، کدومش برات جذاب تره؟ دومی. اشکون مثل همون لنگ است، مثل یه خال در صورته، مثل یه نقص کوچیکه در یک زیبایی در حد کمال، یعنی ریتم سنج و دنبام تو رو میبره به کمال. دکدم تیکدم بکدم تیکدم
یه دونه میزنه از کمال یه ذره میری بالاتر. اشکون این کارو باید میکنه. تو برنامه اصلا نبود ولی یه چیزی در مورد دمام نوشتم اینجا بخونمش. برو بریم. برای رفیق محمد، مثل اون قصه که اون شب برام خوندی نصف شب، با این شروع شد. آیاته؟ آره. میخوام بهت بگم که اینقدر ساکت نشستم دارم به حرف زدنت گوش میدم، داخلم یه چیزیه که فقط چون مهمون برنامه گفتم تو با حرف بزن. تو چیزش کنم که سیزنگ نزنه بهمون. توم لگلوم بگلوم. وقتایی که چراغ سبز نمیشه، وقتایی که راننده کرایه زیاد میگیره و پا میذاره رو گاز، وقتی یکی کاشته توم تو سرما و نمیاد، وقتی باختیم، وقتی دقیقه 85 و دو تا جلوییم، وقتی پس فردا موعد کرایه خونه است و ندارم، تو سرم دمام میزنم. دگلم بگلم. وقتی مالامال یه چیزیم و با شتاب را میرم و نمیدونم قند تو دلم و چطوری آب کنم، دگلگلم. از تجریش تا منیری دمام زدم یه باری. تو کلوزوم تنهایی دمام زدم، سنگ زدم. بارون که تون میشه دمام میزنم، دگلگلم بگلم. سالهاست دمام میزنم. تو خونه ظرف که میشورم دمام میزنم و مرمام میکنم. مرمام میگید میدونی چیه؟ نه. محور طولی کشتی رو در نظر بگیر، حول محور طولیش که چپ و راست میکنه لنگر بهش میگن مرما میکنه، اگه جلو و عقب چیز کنه بهش میگن سینماوجی. مرما کردن کلا تو ادبیات یوم مثلا یکی میگه چرا مرما میکنی، فیکس باش. امروز توی کوچه تنگی تو بمبئی داشتیم میرفتیم با برادر همین حمزه داشتیم میرفتیم امروز توی کوچه تنگی تو بمبئی داشتیم میرفتیم، یه بز سفید بلندی جلومون شد. توفیق یهو نشست دست زد رو کمرش، بعد یواش رو تنش ضرب گرفت. دوم بگلوم دوم دوم بگلوم. گفت آمو. صداش وای. گفتم صدا کجاشه؟ گفت تو نمیشنوی چه دمامی بشه ای بز، همون زنده ای. گفت دلم میخواد پوستش همین الان از تنش جدا بکنم، صاحبش نمیفهمه چه صدایی بده ای پوست. حالا چیز انجیوی حمایت از حیوانات وارد این بحث نشن، اون فقط داشت در مورد سازش حرف. وقتی گفت نمیشنوی تمام تنم گرم شد، دکتوم دکتوم. مهم نبود که منظورش ای بود که نمیفهمی، مهمی بود که یه مجنون دمامی دیده بودم، یکی مجنونتر یکی دمامتر از خودم. راه افتادیم و تمام بازار پارچه فروشا دمام زدیم، تمام چوربازار تو سرمون با هم دگه 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 دگلوم. اولین بار عمرم بود که یکی اومد تو دمام کلم تو سرم. یه روز دلم میخواد همه توی ساعت خاصی رو زمین دمام بزنن، بشه سیاره دمام. میخوام بگم که خلوت ها میکنم با دمام و شروه و شروه و شروه. مثلا چی؟ هرچی اصلا تو بگو همین الان بگو مثلا جورج پومپیدو کجا، یه مرکز فرهنگی بزرگی بگو همین الان بلیت هواپیما همه چی هتل میگم قطعا میرم، و نمیگم نه از این ادعا ندارم، ولی وقتی میرم، ولی تو اوج لذتم، هنوز وقتی تو اوج لذتم، تو اوج صدای لذت یه شروه‌ای از دور نیستم، یه شروه‌ای که با باد بیاد و بره، پرسپکتیو نداشته باشه، گمش کنی بری به سمتش، دور بشی نزدیک بشی. من در کل عاشق صدای پشت پنجره و دورم محمد، صدایی که نت نباشه، نفهمی چیه دقیقا. و تو فکر کن که چقدر آدم یهو خودشونو تو آینه تو دیدن، یهو ما با یه جانوری مواجه شدیم که دست همه از پشت میبست و سهیچ از همه جلو بود و این خیلی غریب بود. فرهنگا یهو قد کشیدن، همین کارو با بلوچا هم میکردی، همین کارو با کردا هم میکردی، و به نظرم یه وقتی اینا اثرش تو فرهنگ میذاره و نمیدونیم که تو این دو سه سال جناب خان چی کار کرد تو رسمیت بخشیدن و شأن دادن به آدم هایی که تو تهران و شهرهای بزرگ زندگی نمی کنن. و این خیلی عجیب بود. برم در مورد آقای همساده حرف بزنیم، اینو ببندیمش با هم. بگو تو رو چی کار کنیم، چی میخوای بگیم؟ آره عشق من این بود که به قومیت ها بگم که بقیه قومیت ها ایران چقدر قشنگن واقعا، یعنی به کردا بگم بشینیم با هم ترکی گوش کنیم، به همه بگم بیان بشینیم با هم جنوبی گوش کنیم. و محصول ولگردیه. گفتی از سفر حرف زدی، من بچه‌م که بودم هر وقت میومدم میگفتم بزرگ شدی میخوای چیکار بشی، میگفتم میخوام ول بگردم.
و تا الانم دوست دارم وقتی بزرگ شدم بتونم ول بگردم واقعا. دقیقاً میگفتی میخوام ول بگردم. دقیقاً میگفتم میخوام ول بگردم. و بابات مامانت سرشون زیر بود از بابت این شغل آیندهت. احتمالاً. و من چی الگوت بود که میگفتی؟ چه شأنی؟ جای کوچه. من از صبح که بالا میشم تو کوچه بودم تا شب و به نظرم مدینه فاضله بهتر از اون امکان نداشت پیدا شه. چون هیچ وقت بیشتر از این که تو با پویان محمودی 100 بار اول تا آخر ایستگاه 4 بری برگردی چه سپری کردن عمری ممکنه بهتر از اون اتفاق بیفته. تفریح ما در محله ایستگاه 4 چی بود؟ اولا که هیچی نداشتیم، یه خیابون بود. از یه سالی یه پلی‌کلینیک تخصصی محمد رسول الله اون ور خیابون زدن. 4 سال ما بعد از ظهر تو پلی‌کلینیک نشسته بودیم اینجوری به مردم نگاه میکردیم، چون اونجا یه فروشگاهی داشت که میتونستیم یه ساندیس ارزون بخریم و به اونایی که از آمپول میترسن بخندیم. ما با این تفریح ها بزرگ شدیم واقعا. و آره و واقعا جناب خان محصول این ولگردیه. من وقتی هنرهای زیبا قبول شدم خیلی تصادفی خیلی ترسیدم از یه سری آدمی که همه کاپ داشتن و جام داشتن و بازیگری اول و فلان. من تو عمرم تئاتر نیده بودم و هنرهای زیبا قبول شدم، گفتم عمرم رو تلف کردم، همش رو ولگشتم و هر چی به کارم اومد بعدن همش محصول اون ولگردی ها بود. همه واژه هایی بود که از دهن بهنام و پویان و وحید و محمود نسیمی و اینا گرفته بودم تا همین الان بهترین معلم های جهانم. بنابراین هر جا رفتم اگه ورکشاپی بود یا گپی بود، این که همه ی حیات زیستتون در هنرهای نمایشی به درد میخوره همش. یه چیزی که برام مهمه، خودم چون زندگیمه، یعنی با آدم ها مواجه میشم، میرم به قصدی که جیبشون بزنم، جیب داستاناشون بزنم. تو مثلا حالا یه دونه مثالی ازت میپرسیدم، میمون میومد تو برنامه، تو چطوری از چه دری تحلیلش میکردی و رصدش میکردی که بهترین کامنتار رو وسط حرفش میومدی، یه اشراف کاملی رو رفتارش و تاریخچه افعالش داشتی و چطوری میتونستی چیزش کنی، فتحش کنی؟ تو چون به نظر من جناب خان فتحشون میکرد. که لطف شماست. ما اولا یه تیمی داشتیم که روی میمون فکر میکردیم، حرف میزدیم، بخشی از تاریخش رو می آوردیم، آنالیز می کردیم چی رو دوست داره، چی رو دوست نداره، از کجا اومده، خیابونای مشهور شهرش کجاست، کجا بزرگ شده، چی اون شهر چی رو دوست دارن. پس تو یه انباری از اطلاعات داری در شروع، اما باید باشی. اگه با مردم واقعی باشی، اون مهمونم مردمه دیگه، میتونی واقعا باش حرف بزنی. اما اینکه دقیقاً چه پروسه اتفاق میفته اینه که نمیدونم، روزی که بدونم دیگه نمیشه. تو سرعت پردازش مغزت خیلی بالاست، یعنی از فوتبال تا نفت تا سیاست تا آدم ها تا غمشون تا شادیشون تا دیتیل های رفتاریشون تا سینما تا ادبیات، خیلی چیز عجیب غریبی بود. یعنی من فهم کنم بدون اصلا مهم نیست که تو اسمت کیه، من میگم کودکانی که تو 7 8 9 10 سالگی این برنامه رو دیدن 18 20 25 سالگی یک نمود بهتری خواهند داشت. یک چیزی هستی که نیکی پراکندی و باعث، جدی میگم اصلا ایناش بلکن، حداقل 2 سانت قد نوجوانا و جوانای ایران بعدها بلندتره به خاطر همین. یک مثالی زدم در مورد یک دوستی که چقدر وامدار پسرخاله کلا قرمزی بود، به هر حال تأثیراتش عجیب غریبه. چه تو جنوب خیلی گیرت میندازه، مثلا که من گفتم شربه برام از هر ایونتی بهتری تو پاریس هم اثر گذارتره، تو چه خیلی قد بات اثر میکنه؟ تو اقسام موسیقی جنوب هم، مثلا از نیمه بگیر تا شادی تا غم تا هرچی. حتما پیش از تولد نیمبانه، یعنی نیمبان بسیار صدای بدوی داره، اما حتما ساز کوبهی بدوی تر از نیمبانه. خب. و ریتم بذار سوالم ریت. یه بار به محسن شریفی هم گفتم که با شامپو و صابون و نیمه میرم همون. تو خلوتت چه میخونی؟ چون من تو همون کلا از رو دوش دارم نیمه میخونم. منم همینطور. آره؟ آره همیشه. یعنی رفیق خلوتت نیمه است؟ همیشه. یه چیز بخون از وقتی که آشنا شدم باش. یه چیزی بخون. نیمه؟ آره.
سر صوت خوشه و هله 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 رو جواب بدین با من هله به جسم مرده گنو و هله هله بازا برد جان هله بازا برد جان هله چنون فایز کند و هله هله بی صبر و آروم هله که چون مجنون نهد و هله هله سر در بیابان سر در بیابان شما لا گوشه چشم شما لا چشمم نظر کن برو در کوی دلدار و دلدارم گذر کن بگو یارت سلامت و سلامت میرساند که مادر اقرب نو لا ترک سفر کن Great. خیلی شربه مورد علاقه هم بگم کدومه؟ شربه مورد علاقه هم بگم کدومه؟ ها؟ نه نگو بخون صدای خوندن ندارم ولی من شنیدم نه به درد زیر همون دوش من شنیدم اینه که میگه که گل روی تو را وی گل روی تو را وی والا هرگه کنم یاد چو بلبل برکشم وای هله از سینه فریاد هله از سینه فریاد عاشق اینجا شام زما مجنون تری وای له والا نادیده لیلی ز تو شیرین تری وای والا نشنیده فرهاد والا نشنیده فرهاد هله عالی. خب و احسان اولین ساز جنوب قبل از دنبام قبل از ضربتیم پو قبل از نیمبون دسته دست منو به نام دوتا پسر بچه کچل بودیم که تو محله هر روز از صبح تا شب سر تا ته این کوچه میافتن و دست میزدن و خیلی وقتا مثلا ما رو میبردن تو عروسی ها که دست بزنیم ما دست زن بودیم شیرازی ها چی میگن به دست؟ شپک تو کل جونه میگن شپک دیگه آره یه خونه بود توی کوچه روبروی خونه ما که اینو برای عروسی کرایه میدونیم سالن عروسی خونه بود من و بنام همواره تو اون عروسی ها بودیم یادمه دو تا پسر بچه زندگی نمی کرد تو خونه؟ نه اصلا مخصوص عروسی بود ما هر دو تا پسر کچل همیشه اونجا بودن یادمه این کراوات کشی هم داشتم که اینجوری میگن قرمز با کچل اونجا همیشه بودیم با ما عروس فکر میکنم ما اقوام دامادیم اونا فکر میکنم اقوام عروس چون خوبم دست میزدیم اونجا چیز مقبول بودیم و دستم چیز بود دیگه این دست رو دوست دارم با عشق تقدیم کنم به بینام این بود که برو عشق آره تمومه هیچی نمیخواید دیگه یعنی نمیخواد یه رفیقی داشتم گفت که موزیسیانه خارج از ایران زندگی میکنه گفت که یه باری که رفیق بچه محل ما گرفت گفت فلانی خودتا یه قمیری سفری کشورها اینا ما هم ببر دیگه گفتم خب باش تو چه میتونی بزنی؟ گفت که ما یک کمی سنج گفتم بی واش از سنج خوش یک کمی تو یک کمی سنج حالا شما نوازنده آره. ساز شب بودی آره ما دست میزنیم دست میزنیم محمد ببندیم فایلش برم سراغ فایل غریبه رئیس تو هر کاری بگم کار من میکنم میخوای یه کاری کنیم محمد رضا میخوای مزاحم سروش نشیم بالاخره اینجا خونه سروشه اینو تا اینجا نگهش داریم ما از اینجاشو ضبط کنیم بشه و دیگه خرجش کنیم عالیه خیلی خوب خب کات نکنیم بریم خیلی عالی محمد متوجه شدی چی شد بله یعنی بله همینجا نگهش می‌داریم ادامهش می‌دیم یه برنامه دیگه ولی ما حرفمون رو ادامه می‌دیم پس من یه خدافظی می‌کنم تا هم خدافظی مخلص نکردم خدا چند برنامه گذشته جناب یاسین حجازی مهمان ما بودن و بخشایی از کتاب قاف رو که تألیف خودشون خوندن که واقعا زیبا و دلنشین و دلچسب بود. بعد بخشی از تاریخ بیهقی رو خوندن که باز قرائتشون، نحوهی که خوندن، توضیحاتی که دادن واقعا جالب بود و آموزنده. هم مورد توجه شما قرار گرفت و هم
من و ما بسیار لذت بردیم. از آقای یاسین اجازه خواهش کردیم که از این به بعد در برنامه کتاب باز برای ما تاریخ بیهقی بخوانند و توضیحات تکمیلی اگر هست بدهند. خیلی خیلی خوشحالیم که آقای یاسین حجازی دعوت ما را قبول کردند. به کتاب باز خوش آمدید. متشکرم آقای صحت. من ستایشی رو که شما از من کردید نخست پای تاریخ بیهقی میگذارم و سپس پای لطف شما ببنده. ارادتمندم. اگر توضیح است بفرمایید درباره تاریخ بیهقی بخشی که میخواهید بخونید و موقع خوندنم هر جا خودتون حس کردید که توضیحی هست حتما لطفا بفرمایید. حتما. من شما و کسانی که ما رو تماشا میکنند دعوت میکنم به شنیدن متنی از قرن پنجم اما به مثابه متنی داستانی. یعنی اصلا فراموش بکنیم که این یک اثر کلاسیکه، فراموش بکنیم که زمان کنکور همه ما سخت‌ترین تست‌هایی رو که باید قلنجش رو میشکوندیم سر تاریخ بیهقی بود. همه رو فراموش کنیم، متنی میشنویم چنان که یک داستان. در ضیافت پیشینی که شما میزبان بودید من گفتم که محمودی هست و مسعودی. محمود پدره، مسعود پسره. محمود الان در قزنین، مسعود در هرات. محمود پدر بو برده که پسرش عجیب طمع قدرت داره و بلکه حتی صبر نمیخواد بکنه که عمر محمود به فرجام بیاد و سپس او ولیعهدی کنه. مسعود هم بو برده که پدر فهمیده که او چقدر طماعه. هر دو جاسوسانی یا به تعبیر بیهقی مشرفانی بر همدیگه دارند و باز به تعبیر بیهقی انفاس هم بشمردندی، نفسهای همدیگه رو میشمرند و جاسوسها خبر میدند ما بین هرات و غزنی و جاسوسها نزدیکترین آدمها به سوژه ها هستند. یعنی مثلا خواهر محمود عمه مسعود جاسوس مسعود است بر برادرش. نزدیکترین خادم محمود جاسوس مسعود است در دربار غزنی. یه چیز پرآشوب و در عین حال دراماتیک و آبستن جزئیات که به نظرم باید صرفا متن رو شنید. من خواهشم این است که نهراسیم از همه لغت‌های مشکل. آیه جزی فقط قبل از این که قرائت کنید بفرمایید که از روی چه نسخه‌ای برای ما بیهقی رو خواهید خوند؟ دو تصحیح از تاریخ بیهقی در روزگار ما تصحیح‌های معتبرتر یا بسا اینطور بشود گفت از باب اینکه قدر مصححان قدیمی رو من ضایع نکنم، تصحیح‌های توی دست‌تر و فراوان چاپ شده تری هست. یکی تصحیح مرحوم فیاضه که فکر میکنم حوالی 1324 باید نخستین چاپش انجام شده باشه، 1324 خورشیدی، و یه تصحیحی هم که 1388 انجام شده و نشر سخن کار کرده، حاصل زحمت اساتید دکتر یاحقی و مهدی سیدی. من از روی این نسخه که تازه ترین تصحیح هست و گویا مصححان دست نوشته های بیشتری هم در اختیار داشتند در ضمن تصحیح برای شما میخونم. کاری که آقای جعفر مدرس صادقی کردن در سری بازخوانی متون، اون چی؟ اون از روی نسخه فیاض؟ بله بله بله، اون از روی نسخه فیاض اگر اشتباه نکنم و بسیار کار خوبی است. ببینید پرسش شما مال اون طمع‌های اندرونی علما، محققان و فضلایی است که بر سر سفره ادبیات کهن نشستند. من که یه رهگذرم، تاریخ بیهقی رو با بازخوانی نشر مرکز، کار گویا همشهری شما، بله، آقای بله. جعفر مدرس صادقی که هر جا هست خدا سالم و قبراق و سردماغ نگهش دارد، خوندم و خیلی عالیه.
آمده است ته کتاب لغات مشکل رو معنی کرده، آمده است اعراب گذاری کرده، حتی کسره های ساده ای که مثلا مثل کتاب من این کسره رو گذاشته، قطع کتاب، حروف چینی کتاب، همه چی، ترتیب و توالی رخداد حوادث رو، رخ دادن حوادث رو گاه عوض کرده و داستانوارتر کرده. عرض میکنم برای لذت بردن از یک متن کلاسیک شاید لازم نیست ما تا ته اون اندرونی بریم. گاه رهگذر بودن پویاتر و راحتتر و سبکتر. البته این شکست نفسی شماست. خیلی خیلی ممنونم. بخونم برای بله بله بله. شاهزاده مسعود یا به تعبیر بیهقی امیر مسعود برای خودش خلوتی درست کرده بود، عشرت میکرد در حرات، اتاقی درست کرده بود مشخصاً، حالا که اتاق رو تعبیر میکنه به خانه بیهقی، و تمام در و دیوار این اتاق رو صورتهای مگو و مبین صور الفیه از گرد آمدن زنان و مردان نقاشی کرده بود و خوش بود. خبر به محمود بردند و امیر محمود هرچند مشرفی داشت که با این امیر فرزندش بودی پیوسته، تا بیرون بودی با ندیمان انفاسش میشه مردی و انها میکردی، مقرر بود که آن مشرف در خلوت جایها نرسید. بالاخره یه جاهایی بود که او با پردگیانش بود و جاسوس محمود نمیتونست به اون خلوتها بره. پس پوشیده بر وی مشرفان داشت از مردم، چون غلام و فراش و پیرزنان و مطربان و جزیشان. اینا از اون طبقهی بودن که دیگه تو خلوت او هم میتونستن برن، که برانچه واقف گشتندی باز نمودندی، تا از احوال این فرزند هیچ چیز بر وی پوشیده نماندی و پیوسته او را به نامه ها مالیدی و پندها می دادی که ولی عهدش بود و دانست که تخت ملک او را خواهد بود، و چنان که پدر وی بر وی جاسوسان داشت پوشیده، وی نیز بر پدر داشت، هم از این طبقه که هرچه رفتی باز نمود. و یکی از ایشان نوشتگین خاصه خادم بود که هیچ خدمتکار به امیر محمود نزدیکتر از وی نبود و حره خودتلی عمتش خود سوخته او بود. عمه برادرزاده رو خیلی دوست داشت، جاسوسی برادرش رو واسه برادرزادش میکرد. پس خبر این خانه به صورت الفیه سخت پوشیده به امیر محمود نوشتند و نشان بدادند که چون از سرای عدنانی بگذشته آید، باغی است بزرگ، بر دست راست این باغ حوضی است بزرگ، و بر کران حوض از چپ این خانه است، و شب و روز بر او دو قفل باشد زیر و زبر، و آن وقت گشایند که امیر مسعود به خواب آنجا رود، و کلیدها به دست خادمی است که او را بشارت گویند. و امیر محمود چون بر این حال واقف گشت، وقت قیلوله به خرگاه آمد به سراپرده، و این سخن با نوشتگین خاصه خادم بگفت و مثال داد، فرمان داد فلان خیلتاش را که تازنده‌ای بود از تازندگان که همتا نداشت، بگوی تا ساخته آید که برای مهمی او را به جایی فرستاده آید، تا به زودی برود و حال این خانه بداند، و نباید که هیچ کس بدین حال واقف گردد. نوشتگین گفت فرمان بردار، و امیر بخفت و وی به وثاق خیش آمد به اتاق، به وثاق خیش آمد و سواری از دیو سواران خیش نامزد کرد با سه اسب خیاره خیش، و با وی بنهاد که به شش روز و شش شب و نیم روز به هرات رود نزدیک امیر مسعود سخت پوشیده،
و به خط خیش ملطفه‌ای نوشت به امیر مسعود و این حالها باز نمود و گفت: پس از این سوار من خیلتاش خواهد رسید تا آن خانه را ببیند، پس از رسیدن این سوار به یک روز و نیم. ما یه روز و نیم وقت داریم، چنان که از کس باک ندارد و یک سر تا آن خانه می رود و قفلها بشکند. امیر این کار را سخت زود گیرد چنان که سواب بیند. و آن دیو سوار اندر وقت تازان برفت. خب ما تا اینجا فهمیدیم که دیو سوار یعنی یه اسب تندرو دیگه. و پس کس فرستاد و آن خیلتاش را که فرمان بود بخواند، وی ساخته بیامد. امیر محمود میان دو نماز از خواب برخاست و نماز پیشین بکرد و فارغ شد. نوشتگین را بخواند و گفت: خیلتاش آمد؟ گفت: آمد. به وثاق نشست. گفت: دویت و کاغذ بیار. نوشتگین بیاورد و امیر به خط خیش گشاد نامه ای نوشت بر این جمله: بسم الله الرحمن الرحیم. از محمود ابن سبکتگین فرمان چنان است این خیلتاش را که به هرات به 8 روز رود. چنان جا رسید یک سر تا سرای پسرم مسعود شود و از کس باک ندارد و شمشیر برکشد و هر کس که وی را از رفتن باز دارد گردن وی بزند و همچنان به سرای فرود رود تای خونه. و بر دست راست باغ حوزی است، بر کران آن خانه‌ای بر چپ، و بر در آن خانه رود و دیوارهای آن را نیکو نگاه کند تا بر چه جمله است و در آن خانه چه بیند، و در وقت بازگردد چنان که با کس سخن نگوید و به سوی قزوین بازگردد. و سبیل قتلق تگین حاجب بهشتی، یه اسمه علی‌رغم اینکه خیلی سخت خونده میشه، نباید به هراسیم این اسامی و این دشواری ها نباید ما رو از مغازله با نصر کهن باز داره. و سبیل قتلختگین حاجب بهشتی آن است که بر این فرمان کار کند اگر جانش به کار است، و اگر محابایی کند جانش رفت. و هر یاری که خیلتاش را بباید داد بدهد تا به موقع رضا باشد، به مشیت الله و عونه و سلام. این نامه چون نوشته آمد، خیلتاش را پیش بخواند و آن گشاد نامه را مهر کرد و به وی داد و گفت: چنان باید که به 8 روز به هرات روی و چنین و چنین کنی و همه حالهای شرح کرده معلوم کنی و این حدیث را پوشیده داری. خیلتاش زمین بوسه داد و گفت: فرمان بردارم. و بازگشت. امیر نوشتگین خاصه را گفت: اسبی نیک رو از آخر خیلتاش را باید داد و 5000 درم. نوشتگین بیرون آمد و در دادن اسب و سیم و بهگزین کردن روزگاری کشید. باید یه روز و نیم وقت بخره. و در دادن اسب و سیم و بهگزین کردن روزگاری کشید و روز را می بسوخت تا نماز شام، و به خیلتاش دادند و وی برفت تازان. و آن دیو سوار نوشتگین چنان که با وی نهاده بود به هرات رسید و امیر مسعود بر ملطفه واقف گشت و مثال داد تا سوار را جایی فرود آوردند و در ساعت فرمود تا گچکاران را بخواندند و آن خانه سپید کردند و مهره زدند، ماله کشیدند که گویی هرگز بر آن دیوارها نقش نبوده است، و جامه افکندند و قفل برنهادند و کس ندانست که حال چی. مثل یه داستان پلیسی پرکششه، یعنی آدم انگار قلبش میتپه که این دوتا سواری که دارن میتازند آیا میرسه اون زودتر، کدوم، آیا این معلوم و مشخص میشه، آیا اون میتونه پرده پوشی بکنه.
چقدر این روایت واقعیت تاریخی هم داره و چقدر قصه است؟ ابوالفضل بیهقی در غزنینه، وسط ماجراست و گزارشگرانی داره، ناقلانی داره که این ناقلان خودشون بیواسطه طرف بودن با مسعود یا طرف بودن با محمود یا با اون عمه خانومه یا با نوشتگین و کاملا شفاهی شنیده این اتفاقها افتاد. همه ما جزئیات وقایعمون رو روزمره اینطوری میشنویم، ولی وقت نوشتن احساس میکنیم که این خرد جزئیات به کار نمیاد. ببینید شما این تکه رو نگاه کنید. محمود از خواب بلند میشه، گفت دو نقطه، خیلتاش آمد، نوشتگین گفت آمد، به وثاق نشست، محمود گفت دویت و کاغذ بیار، نوشتگین بیاورد. اینا رو کی می نویسه؟ خب مهم این است که ما الان فقط باید متن نامه محمود رو داشته باشیم که این نامه سرگشاده یا به تعبیر بیهقی گشاد نامه رو امضا میکنه و میده به اون خیلتاش. این که اومد یا نیومد، کجا نشسته، حالا بگو بیا، چشم میگم بیاد، این جزئیاته که یک اثر رو ارتفاع میده، از یک متن تخت تاریخی میارتش تا آسمان خراش ادبیات. بسیار ممنونم، با هیجان و اشتیاق منتظر هفته بعد و قسمت بعدی و ادامه داستانم. اصلا واقعا یاد هزار یک شب افتادم دیگه، الان مشتاقم و مشتاقیم برای شنیدن بقیه داستان. قربان شما، خیلی خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون.